السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أمام حسين. از آن روزی که دل شد آشنای تو، کبوتر شد دل من در هوای تو. کبوتر شد که بگشاید پر و بال، فراز گنبد و گل دسته های تو. کبوتر شد که با دل نام بنویسد، به نام قطره اشکی برای تو. کبوتر شد به نام یک سلام از دل، و اینجا کربلا یعنی صدا. کبوتر شد که با دل نامت باشم، و اینجا کربلا یعنی به جای تو. گرچه مانده ای دور از مجاورها، و اینجا کربلا یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. داده به دست خودش چشم تر حسین، بالاترین عبادت ما گریه بر حسین. تو با خودت اگر دل پردرد آوری، آن که تو را به روزه کند مفتخر حسین. مانند نام نامی الله از ازل، نامی که هست تا ابد مستمر حسین. ما بنده ایم و بنده در بند بهتر است، ما بنده ایم و بنده در بند بهتر است. انسان به ما نگاه کند بیشتر حسین. ایمان کامل است به ایام بندگی، وقتی ما قبول کند جان و سر حسین. چشم از تو بر ندارم و غفلت نمی کنم اربابم، چشم از تو بر ندارم و غفلت نمی کنم، ورنه تمام نوکریم درد سر حسین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض ادب و احترام به خدمت شما بینندگان، سلام علیکم. شب جمعتون به خیر و خوشی انشاءالله، به سعادت، به زیبایی و به گرمی وجود یک یک انوار مقدسه الهی متبرک بشه انشاءالله. کربلا شب جمعه و جای شما خالی است، ما حضور داریم به نیابت از شما اینجا کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تو سیاه گوشم،
درودها نثار کسی که عادت به ندیدنش مثل فراموش کردنش غیر ممکن است. یادت در ذهنم و عشقت در قلبم و عطر مهربانیت در تمام وجودم است. حسین جان، محبت را در پاکی عشقت و زندگیم را در وجود مهربانت معنی کردم و بدان که زیباترین لحظه هایم در کنار تو بودن است. زیباترین لحظه هایم در کنار بهترین هدیه ایست که خداوند به من ارزانی داشته است. هدیه الهی من حسین جان شمایید. شما آسمانی ترین ستاره زندگیم هستید. وجود گرم شما هدیه ایست از حضرت حق به من و امثال من. دارو ندارم حسین فاطمه، ای بی نظیر ترین هدیه آسمانی، عطر گل حضور شما زندگی ساز است. ارباب، عطر وجودت را از من مگیر تا وقتی زنده ام. السلام علیک یا مولای یا ابا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن سيد الوسيين يا ابن أول قوم إسلام واقدم ایمان، السلام عليك يا من مضى عن بصيرة من أمره ويا من وفى ببيعته، السلام عليك ولعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق اخيك الحسين. السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة
سیدت نساء العالمین السلام علیک وعلى الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا اجعل الله آخر العهد من لي لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولاتي ومقتداي يا أقيلة العرب ويا جبل السب يا مولاتي يا أم كلثوم والسلام على بنات الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته صل على الإمام الشهيد المقتول المظلوم المخذول والسيد القائد والعابد الزاهد الوصي الخليفة الإمام الصديق الطهر الطاهر الطيب المبارك والرضي المرضي والتقي الهادي المهدي الزاهد الذائد المجاهد العالم إمام الهدى صبط الرسول وقرة عين البتول صلى الله عليه وآله وسلم قبول باشه زیارتتون و انشاءالله که لذت بردید و یک سفر عشق به کربلای معلا فرمودید. واقعا در شبهای جمعه و بلکه هر شب توی کربلا حضورش یک معنای خاصی رو داره، ولی شبهای جمعه به خاطر حضور اولیا و انبیایی که در روایات آمده و حس شده حضورشون و عطرشون در این فضا منتشر میشه، واقعا بودن توی کربلا یک لذت دیگه ای داره. غیر ممکنه کسی منظره های حرم رو خاصه در شب جمعه ببینه و گریه نکنه. خدا رو میخوانم به نام بزرگش عالی اعلا و به مقام آقا سید الشهدا علیه السلام که برای همه چانهایی که کربلا آمدن دیدن این فضا رو لذت بردن و چه اونهایی که هنوز توی کربلا نیومدن و تا الان به قول معروف اینجا رو ندیدن، براشون آرزو میکنم بیاند. هرچند تمام روایت ها به ما فرمودن زیارت امام حسین رو به حد معرفتش بایستی به جای بیارید. آمنتو بالله و حقم همینه، مسلماً کسی که نسبت به یک چیزی شناخت داشته باشه و خدمتتون آرزم او رو بخواد بهره ببره ازش، لذت بیشتری میبره
و با توجه به شناختش کیفیت بهتری رو ازش میگیره. ولی میخوام بگم اگر معمولی هم بیای توی کربلا سیرابت میکنن، مانند کسی که شنا هم بلد نباشه وقتی میفته توی دریا اقلش اینه که تنش خیس خواهد شد، درسته؟ آب رو به تنش میخوره، اون تر بودن، نمناک بودن، مرطوب بودن حاصل میشه براش. توی کربلا وقتی مشرف میشید هم به همین منواله. هرچند شناخت ما نسبت به حضرت سیدالشهدا علیه السلام هم که پایین باشه، اینقدر دریای رحمت آقا و دریای رحمت خداوندی نسبت به زوار سیدالشهدا زیاد و فراوانه که به هر حال کوله باری رو میتوانه پر کنه. خیلی از روایت ها به ما رسیده که زیارت کربلا نصیب کسی بشه عمرش طولانی میشه، دیگه فقیر نمیشه توی زندگیش و امثال اینها. دیگه توی اینجور روایت ها که یک سری اثرات دنیایی داره و منهای بحث اخرویش نیامده به حق معرفت ها، که اگر معرفتش رو داشته باشیم، شناخت بیشتر نسبت به سیدالشهدا علیه السلام داشته باشیم، یقیناً بهره بیشتری خواهیم. خیلی کوتاه بریم برگردیم. امشب می‌خوایم پیرامون هدیه با هم صحبت بکنیم. باز با ماها رسمه وقتی با کسی در ارتباط هستیم برای ابراز محبت و نشان دادن علاقه خودمون به طرف مقابلمون یک شیئی رو تهیه می‌کنیم، تحت عنوان هدیه به او ارائه می‌کنیم. ما به جهت اینکه استادان و معلمان و رهبران دینی داریم که راه و روش زندگی ما رو مشخص کردن، به ما آموزش دادن و آموزه‌های دینی رو در اختیار ما گذاشتن که اگر بر اون حرکت بکنیم و بر اون منوال لذت میبریم حتی از این حیات. امام باقر صلوات الله علیه فرمودند که رسول خدا هدیه را میپذیرفتند ولی از گرفتن صدقه پرهیز میکردند و میفرمودند به همدیگه هدیه بدهید، زیرا هدیه دلخوری ها را برطرف می کند و کینه ها و دشمنی های دیرین را از بین می برد. من و شما هم الان ناخواسته، اگر حتی این روایت رو هم نشنیده بودیم، همین کار رو داریم انجام می دیم. نشان می ده خیلی از حرکات من و شما توی این زندگی ممزوج با تعالیم اسلامه که اگر با فهم باشه اون معرفته که توی پلاتوی قبلی گفتن، قطعا دقت عمل بیشتری رو خواهیم نسبت به این حرکت انجام ده. آقا رسول الله فرمودن که چنانچه من رو به خوردن یک طعام، حالا توی روایت در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 3 اینجوری آورده که چنانچه من رو به خوردن پاچه گوسفند یا گاو مهمانی کنید البته میپذیرم، و اگرچه پاچه و بقول معروف گوسفند رو هم برای من هدیه بفرستید قبول میکنم. مراد از این مطلب که اگر حضرت رو دعوت میکردند برای اینکه به یک طعامی شرکت بکنند، به یک میهمانی که اون هم یک نوع هدیه بود برای آقا رسول الله، ایشون میپذیرفتند، و ایزن اگر که اون غذا رو به عنوان هدیه به در خونه ایشون میفرستادند حضرت میپذیرفتند. خیلی حرف ها داره، یکیش در پرانتز بگم، فاصله بعدیمون رو میخوایم بگیریم، که اگر کسی برای شما هدیه آورد رد نکنید، اون هدیه رو بپذیرید، حتی اگر یک شیعی بود که به نظر ما، البته حالا امروزه کله و پاچه مثلا گرونه ها، ولی اگر مثلا به نظر ما ناچیز بوده. یه دوستی میگفت که یک هدیه تهیه کردم با خیلی قیمت بالا، چیزی مثلا 500,000 تومان، و با یک زحمت بسیار زیادی این رو رسوندم به طرفی که دوست داشتم بهش بدم. این طرف اون طرف گشتم، پیداش کردم بعد از سالیانی و به او هدیه رو دادم. همچین که هدیه رو بهش دادم، به جای تشکر گفتش که این که خریدی مثلا اصل نیست. آخه قدیمی های حرف قشنگی میزنن، شاید حالا خیلی این ضرب مثل رو شنیدن، میگن که اولا اسب پیشکشی رو دندوناشو نمیشمارن، طرفت نمیدونم چجور آدمی بوده، ولی پدرت خوب، مادرت خوب، به قول بازاری ها اولا که هدیه برات آورده، پول که نمیخواد بگیری ازت، که حالا اصل یا نااصل. ثانیا اون وسعش و ارائهش این بوده، توانایش این بوده،
شاید هم اصل نباشه یا باشه، ولی من الان ازم بر اومده این رو برای شما خریدم. حالا گفتش که هرچه از دوست رسد نیکوست، گر یک هل پوک، یعنی حتی خیلی چیز پایین باشه، مهم اینه که طرف تو رو دوست داشته و احساس کرده با این میتونه ابراز محبت بکنه به تو. متاسفانه، حالا الکلام یا جرور کلام، خواستیم بریم بیرون و برگردیم، متاسفانه ما هدیه دادنمون هم توی این دوران و این زندگی شده چشم و همچشمی. او برای من توی پای تختی میگن، حالا نمیدونم کجا، آره، او برای هدیه عروسی من مثلا 100,000 تومان داد، من باید 120 تومان بدم. او برای من یه دونه دیس چینی آورد، من به روش چی ببرم؟ منم همون الان میمی که صورت من نشون داد که کدوم از قشت رو دارن این حرف رو میزن. آقا هم که بدبخت وایسه در چی طرف میگه که خلاصه بخریم، باید بخره دیگه. نکنیم اینجوری، قراره من به شما بگم که آقا دوستت دارم، این یه دونه گل تقدیم شما، دوستت دارم این یه دسته گل، یا دوستت دارم کلامی، اینم یه نوع هدیه است، ولی باید بپذیریم. بریم برگرد. آشنا شدم آقا با کربلای تو، نفس کشیدم همیشه تو روزه های تو. تا آشنا شدم آقا با کربلای تو، نفس کشیدم همیشه تو روزه های تو. روز و شب این دل تنگم به یاد حرم گیره، مثل شب های محرم دل من رو غم میگیره. کربلا میرم خدا میدونه، دل دیوونه داره میخونه، منم یه کربلا میرم خدا میدونه. به یاد شیش گوشت آقا، به یاد شیش گوشه تو، آروم نداره دل برای دیدن حرم چه بیقرار دل. به یاد شیش گوشه تو، آروم نداره دل برای دیدن حرم چه بیقرار دل. از چشای بیقرارم شبیه ابر بهاره، روز و شب از غم زینب بارون گل میباره. سینه بیتابه تنگ سرزابه، اونی که کربلا میبره خود اربابه، خود دل دیوونه داره میخونه، داره میخونه، منم یه کربلا میرم خدا میدونه. خب دوستان گل و خوب من که با ما همراه میشید، نگاه شما برای برنامه من یک هدیه است و من هم الان میخوام این تایم رو هدیه بکنم به شما و پیام هاتون رو کنار پنجره آرزوها بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا قمر بنی هاشم. آقا جان کمک کن تو این مسافرت برای ما هیچ مشکلی پیش نیاد، به حق برادرت آقا قمر بنی هاشم و آقا سید شهدا. 916 32 93.
سلام بر ارباب خوبم حضرت سید الشهدا و سلام بر قمر منیر بنی هاشم. از این که اجازه می دهید گاه گاهی از این راه با شما سلام کنیم ممنونیم. آقا دل تنگ ما را هم دریابید و کربلایی نصیب ما کنید. 935-61-0 مصخواهیم کنم 7 باز هواییم کن، هرچه دارم ازم بگیر، کربلاییم کن، تو رو به حق مادرت نینواییم کن، کربلاییم کن، عشق عکس کربلا تو سینه قابه، دنیا بی حسین برام سرابه، حتی بهشتم بی تو عذابه، آره عذابه. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، آرزوی همه آرزومندان رو برآورده کن. آقا جان همچنین من رو قائد از بوشهر. بسیار عالی، در شب جمعه نام شما محضر امام حسین خونده میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام، ممنون از برنامه خوبتون، ازتون میخوام برای یک مریضی پوستی هم دعا کنید. التماس دعا دارم از یزد. 930-32-20 انشاءالله در شبی که رحمت خدا بر بندگانش نازل، دعاها مستجاب هست برای همه بیماران، خاصه حالا بیمار شما که اینجا جلوی چشم ما پیامتون نقش بست و منظر سید الشهدا قرائت کردیم، انشاءالله لباس عافیت بپوشونه انشاءالله. سلام بر ارباب خوبی ها، سلام بر وفادار کربلا، گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی، با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید. گفتمش چون میکشی تصویر مردان خدا، تک درختی در بیابان یکه و تنها کشید. گفتمش نامردمان این زمان را نقش کن، عکس یک خنجر ز پشت سر پی مبلا کشید. گفتمش راهی بکش کان ره رساند مقصدم، راه عشق و عاشقی مستی و نجوایم کشید. گفتمش تصویری از لیلی و مجنون را بکش، عکس حیدر در کنار حضرت زهرا کشید. گفتمش بر روی کاغذ عشق را تصویر کن، در بیابان بلا تصویر یک سقا کشید. گفتمش سختی و درد و آه گشته حاصلم، گریه کرد آهی کشید و زینب کبرا کشید. گفتمش درد دلم را با که گویم ای رفیق، عکس مهدی را کشید و بچه بس زیبا کشید. گفتمش تصویر کن، گفتمش ترسیم کن تصویری از روی حسین، گفت این یک را به باید خالق یکتا کشید. التماس دعا دارم. اللهم عجل ولی یکن فرج، خانم عبادی از قائم شهر، خانم عابدی از قائم شهر عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ابا عبدالله و ارواح پاکی که در جوار و حریم تو آرمیدن. سلام خدا از من بر تو باد الالعبد، مادامی که لیل و نهار باقی است و خدا این زیارت مرا آخرین عهد با حضرتت قرار مدهد و روزی دوباره بفرماید. 917-32-93 بسیار زیبا. حکایتی از استادی از شاگرد خود پرسید به نظر شما چه چیز انسان را زیبا می کند؟ یکی گفت چشمانی درشت، دومی گفت قدی بلند، دیگری گفت پوستی شفاف و سفید. در این هنگام استاد دو لیوان از کیفش بیرون آورد، یکی از لیوانها بسیار گرانبها و زیبا بودند و دیگر سفالی و ساده. سپس در هر یک از لیوانها چیزی ریخت، رو به شاگردان کرد و گفت در لیوان رنگین و زیبا زهر ریختم و در لیوان سفالی آب گوارا، شما کدام یک را انتخاب میکنید؟ همه به اتفاق گفتن لیوان سفالی را. استاد گفت میبینید زمانی که حقیقت درون لیوانها را شناختین، ظاهر برایتان بی اهمیت شد. حیف که درون انسانها را
دیر رو می شود و چه زیباست توبه در جوانی. بسیار حکایت زیبایی بود، ممنون دارتونم. 913-2382 چهار شماره آخرشون بود. سلام، خسته نباشید. شما رو به همان امام حسین قسم میدم که نزدیک آقا هستید بر ما دعا کنید. به همون امام حسین قسمتون میدم، بگید مشکل ما رو حل کنه، گرفتاری ما برطرف بشه. 913-62-79 خیلی از بینندگانی که قدیمی هستند با ما میدونن، من وظیفه خودم میدونم، حتما به حریم حضرت که ورود پیدا میکنم به اذن خودشون این کار رو انجام میدم و نایب زیاره تک تک شما هستم. قسمم که ندید، من وظیفه خودم میدونم، حضورم اینجا به توفیل دعای شماست و این کار رو من انجام خواهم داد. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام ارباب دلها، سلام شه کربلا، با تمام وجود دوستتون دارم. ارباب، از شما خواهش دارم به من قوت قلب و اعتماد به نفس بدید که بتونم خوب کارم رو پیش ببرم. من نوکر شما هستم، دعا کنید رو سفید شم از پس کارم بر بیام. 916 و چهار شماره آخر 94-21. آقای من، از مستأجری داخل پارکینگ خسته شدم، از خدایت میخواهم یک خونه بده تا راحت شم. حرمت واحدی، اگر اسمش رو اشتباه نخونم، حرمت قربان حرمت واحدی از رشت، یک کلمش جا افتاده بود، قربان حرمت واحدی از رشت. بسیار شرمنده ایم از این که بعضی نوع پیام ها رو ما میشنویم. سخت واقعا نگاه میکنی یک طرف خیلی ها مال و تجاره و بهره ازش نمیبرند، به دیگران هم سودی نمیرسونند، در حالی که در اسلام کمک به همدیگه وارد شده و بعضی ها این چنین در سختی. حلب یابادها هنوز بعضی جاها برقراره، این موردها فراوانه، مستأجری ها که الا ماشاءالله یک چیز عادی شده. الهی خدا به وسعت خونه امام حسین که تو تمام دنیا جا داره به همه ما خونه بده. الهی به منم تو کربلا یه خونه از خودم بده، منم از اجاره بودن در بیام. یا حسین، آقا جان فدات بشم، الهی قربونت برم، بنده گناهکار خداوندم، تو مرا دریاب، لطفم کن. 936-1559 یا حسین کمکم کن و تنهام نگذار، کمکم کن آبروم نره، آبروم بستگی به شما داره، شما رو هم غیر از شما هم کسی رو ندارم، کمکم کنید. 901-1861 سلام علیک یا ابا عبدالله. سلام آسای، جلوی پنجره از آقامون بخوا حاجتم رو بده، پارسال از طریق این برنامه حاجتم رو گرفتم، خیلی گرفتارم، دشمنام دارن زندگیمو نابود میکنن، به آقا ابوالفضل بگید خیلی دوستشون دارم، وقتی اسمشون بیاد عشق از چشمام بی اختیار سرازیر میشه، التماس دعا دارم. 936-74-07 سلام آقا جان، شما رو اونقدر مهربانی، هیچ کس رو از در خونه دست خالی رد نمی کنی، منم دست خالی نفرست، 4 سال شوهرم گرفتاره، به هر دری می زنیم درست نمیشه، دعا میکنی. فاطمه از تهران. سلام، یک بچه 16 ساله توی کماس، اسمش رضا قاسمیه، دیگه امیدی بهش ندارن دکترا، جوابش کردن، مادرش قرار نداره، باباش التماس دعا داره، ختم صلوات هم برای او گرفتیم، برای سلامتیش صلوات بفرستید و به آقا بگید که ما رو فراموش نکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله.
خسته نباشید، سلام ما رو به حضرت برسونید. تشکر به خاطر برنامه قشنگتون. اربعین اومدیم، دلمون میخواد باز هم بیایم. ما رو فراموش نفرمایید. 917-65-72 انشاءالله خیلی پیام هم میمونه. چه کنم، بایستی بریم بیام. کرب و بلا مبر ز یادم، جوونی ما پای تو دادم، جوونی ما پای تو دادم. از ما که گذشتم مغمم همینه، الهی هیچ کس داغه حرمت نبینه. قدم قدم میگم ای دل ای دل، حرم حرم میگم ای دل ای دل. امان امان ای دل، 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 امان امان ای دل. شبا دلم به شور و شنگه به یاد بین الحرمین، به یاد بین خب قبول باشه تا اینجای برنامه انشاءالله مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. بحث هدیه است شب جمعه. فکر کنم الان با این دوتا کلمه من بدونید خط برنامه رو کجا میخوام ببرم. هدیه فقط برای خیشاوندان نیست، برای دوستان هم فقط نیست، حتی برای دشمنمون هم میتونیم هدیه بفرستیم. بعد هدیه فقط برای زنده ها هم نیست، برای کسانی که از این دنیا هم رفتن میشود هدیه فرستاد. در قرآن گزارش شده است، در قرآن کریم این چنین آمده که ملکه سبا برای مدیریت بحران، چقدر دارم قلم به سلم بمیگم، برای مدیریت بحران و جلوگیری از خشم و تجاوز به کشورش و کینه ها و دشمنی های دیگران، هدایای فراوان و گرانبهایی رو برای حضرت سلیمان میفرستاد. پس میشود دشمن رو رامش کرد. داریم در جایی که پیغمبر میومدن و به حضرت تعرض میخواستن بکنن، بیادبی میکردن و دشمنی میکردن، مثلا شاعری میومد و هجویات میخوند در وصف پیغمبر، حضرت میخواستن او رو ساکت بکنن، میفرمودند که قطع لسانه، زبانش رو قطع کنین بر من، هدیه به او بدید بره، پولی چیزی میدادن اون میرفت. پس میشه از این ترفند هم برای ساکت کردن دشمن استفاده کرد، نه به عنوان باج که راه بیفته و یک حرکتی شروع بشه، نه، برای اینکه او رو ایجاد یک محبت و الفه بکنه. این یه مطلب. مطلب دوم، پیامبر میفرمودن به همدیگر هدیه دهید، زیرا هدیه دلخوری ها را برطرف میکنه. هدیه به دشمن از این بابه که آقا رسول الله فرمودند، فرمودند به همدیگر هدیه بدهید، زیرا هدیه دلخوری ها رو برطرف میکنه و کینه ها و دشمنی ها رو به دوستی مبدل میفرمایند. مشکات الانوار جناب طبرسی صفحه 219. چون شما دیدید وقتی با یک کسی مشکل دارید به او هدیه ای رو ارائه میکنید، ناخودآگاه او
شرمش میشه از رفتاری که با شما داشته و بعد روال حرکتش رو عوض خواهد کرد و از طرفی دوست شما خواهد. و اما شب جمعه است، ما میخواییم هدیه بفرستیم به ساعت امواتمون، اونهایی که گردن ما حق دارن، سلام ولو کمتر از سلام هدیه میکنیم به ساعت اینها. بهترین هدیه صلوات بر محمد و آل محمد و حمد و سوره ای رو بعد شما دعوت میکنم این میان برنامه رو ببینید. برگرد الرحمن الرحیم. با عرض سلام ببینندگان شبکه مقدس امام حسین علیه السلام، با یکی دیگه از برنامه‌های تعطیلات کجا برین در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز اومدیم به حرم حضرت حور علیه السلام تا شما را با این حرم بیشتر آشنا کنیم. با ما باشید. حر ابن یزید ریاحی یکی از بزرگان قوم بنی تمیم و شاخه ای از بنی ریاح بود که از طرف عمر بن سعد مأموریت داشت با سپاه 1000 نفری خود مانع ورود امام حسین به شهر کوفه بشه. از حر روایت کرده اند که هنگامی که از قصر عمر بن سعد در کوفه خارج شدم تا به سمت حسین بن علی حرکت کنم، 3 بار ندای شنیدم که می گفت تو را به بهشت بشارت می دهیم. هر بار پشت سر خود را نگاه می کردم کسی را نمی دیدم و با خود می گفتم آیا ممکن است منی که به جنگ حسین ابن علی می روم از اهل بهشت باشم؟ این خاطره در ذهن من ماند تا وقتی که به حضور آقا سید الشهدا رسیدم و این خاطره را برای آقا سید الشهدا تعریف کردم. آقا سید الشهدا در پاسخ به من گفتند که به خدا قسم که تو از اهل بهشت هستی. در روز عاشورا پس از اینکه حضرت حر دید که مردم کوفه برای کشتن آقا سید الشهدا اصرار دارن، به سپاه امام پیوست و در رکاب امام هم به شهادت رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سعد عبدالامیر جشعمی هستم، مدیر عتبه حر ریاحی علیه السلام. از سال 2007 در این مکان مقدس مشغول به خدمت گذاری هستم. دوره اولی که این بنا ساخته شد توسط شاه اسماعیل صفوی بود که در سال 1505 میلادی و چند مرحله این بنا بازسازی شده که مرحله آخر در سال 2006 میلادی بود و تا الان که اینجا شما هستین و این رو میبینید. حرم حر علیه السلام اول 506 متر بود که الان ما این حرم رو به 1750 متر رسوندیم. لازم به ذکر برای شما بگم که زریگی رو که الان میبینید 4x5 متر میباشد. افتتاح این حرم و زریگ در سال 2015 میلادی بود که زریگی رو که میبینید باز هم توسط استادان عراقی درست شده و نصب این کار هم باز هم استادان عراقی انجام دادن. این زریگ به مبلغ 651 میلیون دینار عراقی هزینه برداشته، تماماً از طلا، نقره و برنز بوده. ما این ظریف رو بزرگ درست کردیم تا زائران بتونن راحت زیارت کنن و در شأن حضرت حر علیه السلام. پس از شهادت امام حسین و یارانش، قبیله بنی ریاح با موافقت عمر بن سعد پیکر بیجان حر را برداشتند و در این مکان فعلی دفن کردند. من به نیابت شما بینندگان عزیز دستی بر ذریع میکشم و بوسهی برام میزنم. خب توی این بخش میخوام داستانی رو هدیه کنم به شما بینندگان عزیز و تقدیم بدارم، لذت ببریم. هشام ابن عبدالملک در زمان خلافت برادرش ولید ابن عبدالملک مروان به حج رفت در زمان امام سجاد.
سران مردم شام که جزء ارکان دولت بنی امیه به شمار می رفتند نیز با او بودند. هنگام طواف کعبه هرچه هشام سعی کرد حجرالاسود را استلام کند به اصطلاح دست بر او بکشد، از کثرت جمعیت میسر نشد. مأموران منبری در گوشه ای از مسجد الحرام قرار دادند و هشام از آن بالا رفت و نشست و از آنجا به تماشای انبوه حاجیانی که از سراسر دنیای اسلام به حج بیت الله الحرام آمده بودند پرداخت. در آن هنگام حضرت علی ابن الحسین علیه السلام زین العابدین صلوات الله علیه که رخساری از همه زیباتر و لباسی از همه تمیزتر و بوی از همه خوشبوتر داشت وارد مسجد الحرام شد و مشغول طواف خانه خدا. همین که حضرت به او به تعبیر نزدیک شد و به حجرالاسود نزدیک شد، مردم همگی کنار رفتند و اطراف حجر خلوت گردید تا وی، یعنی حضرت سجاد صلوات الله علیه، با مهابت و جلالت و رأفت راه می رفتند و به حجر رسیدند و حجر را استلام نمودند. هشام از مشاهده این منظر به خشم آمد و متوجه شد که مردم به خاطر حضرت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب امام سجاد علیه السلام ادای احترام کردند و به او راه دادند. در آن اثنا یکی از همراهان هشام از وی پرسید این شخص که بود؟ هشام گفت نمی شناسمش، در حالی که هشام به خوبی امام علیه السلام را می شناخت ولی ترسید که اگر او را معرفی کند ممکن است اهل شام به وی متمایل گردند و با او تماس حاصل نمایند، سخنانش را بشناسند و از او کناره بگیرند. فرزدق که شاعر چیر دست عرب بود و آنجا حضور داشت، گفتگوی هشام و مرد شامی را شنید. با اینکه از شعرای دربار بود و از آنها هدایا و جوایز دریافت می داشت، ولی با خلوصی که نسبت به اهل بیت داشت تاب نیاورد و گفت اما من او را می شناسم. ای مرد شامی از من بپرس. مرد شامی گفت او کیست؟ فرزدق شعر جالب و معروفی را خواند که این همان کسی است که سرزمین مکه جایگاه او را می شناسد، خانه خدا و داخل حرم الهی نیز حسب و نسب او را می داند. این مرد فرزند بهترین بندگان خداست. این مرد پرهیزکار، پاک سرشت، پاک زاد نام‌آور است، همانی که قریش او را می‌بینند گویند آنها جود و کرم و بزرگواری در شخصیت بیمانند او بی انتهاست. هنگامی که جلو آمد حجرالاسود را استلام کند، دیوار خانه خدا از شوق می‌خواهد کف دست او را ببوسد. پس این که گفتی او را نمی شناسی، زیانی به وی نمی رسد، زیرا عرب و عجم چنان که باید او را می شناسند. و الی آخر. هشام از شنیدن اشعار قوی و آبدار و شورانگیز فرزدق برآشفت و هنگام بازگشت در اصفان واقع در مکه و مدینه است، یک مسیری است در بین مکه و مدینه، دستور داد محبوسش کنند. فرزدق رو زندانی کردند به خاطر اینکه شعر در وصف حضرت آنقدر بلیغ و شیوا گفته، ولی چندی بعد او را آزاد کرد. موقعی که در زندان بود امام سجاد 10,000 درهم برای او فرستاد و فرمود به فرزدق بگویید اگر در این اوقات بیش از این مبلغ در اختیار ما بود به تو می دادیم. فرزدق وجه ارسالی را پس داد و گفت به حضرت عرض کنید من آن اشعار را فقط برای خوشنودی خداوند گفتم و نمیخواستم از آن راه مالی به چنگ آورم، ولی امام پیغام داد ما خاندانی هستیم که وقتی چیزی را دادیم پس نمیگیریم و این مال از آن توست. حضرات برای تشکر از کسی هدیه میدادند
مطمئن باشید هر کدام از شما جماعت الان سلامی به حسین ابن علی علیه السلام دهد و نثار مادرش فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی ختم کند به این منوال که اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک، نه فقط بی بی بلکه تمام انوار قدسی الهی 14 معصوم پاک و تابعینشان بر شما هدیه میدهند، چرا که امام عسکری فرمود ما حجت بر خلقیم و فاطمه مادرمان حجت ما اهل بیت. یک یک مسئول میشوند به جهت لطف و مرحمت شما به شما هدیه بدهند. نوش جونتون هر کس این گونه صلوات فرستاد. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. یکی از خصوصیت های دیگری که در زیارت امام حسین صلوات الله و سلامه علیه است این که خدای منان اکرام می کند زائر سید الشهدا را، نه تنها ذات مقدس ربوبی جل و علا زائر امام حسین از طرف پیامبر امیر المؤمنین و همه حضرات اهل البیت اکرام می شود. یکی از روایاتی که مرحوم ابن قولبیه در کامل الزیارات نقل می‌کنند این روایت که امام صادق علیه السلام در یک روایت تقریبا مفصلی فرمود والله یکرم زواره، خدای منان اکرام می‌کند زائر قبر امام حسین رو، و یمنع النار ان تنال منهم شیئا، یکی از اکرامی که خدا میکند برای زائر امام حسین اینه که نمیگذارد آتش جهنم به زائر برسه، و ان الزائر له لا یتناهی له دون الحوض، این زائر میرود تا به حوض برسه، حوض کوثر، و امیر المؤمنین علیه السلام قائم علی الحوض یصافحه و یرویه من الماء. عرض کردم نه فقط خدا اکرام میکند زائر قبر سید الشهدا را، این هم یه نمونه اکرام از طرف امیر المؤمنین که زائر از میاد کنار حوض، که زائر میاد کنار حوض کوثر خدمت امیر المؤمنین، امیرالمؤمنین با زائر مصافحه میکنن و به دست مبارک آب میدهن زائر قبر ابی عبدالله را. وقتی زائر از کنار حوض کوثر بر میگرده میاد به سمت منزل خودش در بهشت، ینصرف الی منزله من الجنه و معه ملک من قبل امیر المؤمنین یأمر الصراط ان یظل له. وقتی میاد به سمت منزل خودش تو بهشت مجبور از پل صراط بگذره، همراه این زائر یه ملکی از طرف امیر المؤمنین صلوات الله علیه میاد و به صراط امر میکند خودت رو ذلیل کن برای زائر سید الشهدا که این زائر به سلامت از تو بگذرد، و یأمر النار ان لا یصیبه من لفها شیء، به آتش جهنم هم این ملک امر میکند، ملکی که از طرف امیرالمؤمنین اومده امر میکند به آتش که ای آتش از شعله خودت و لهیب خودت چیزی به این زائر نرسان تا این زائر به سلامت از تو رد بشه، و این زائر به سلامت از پل صراط رد می شود و به بهشت می رسه. باز در همین کتاب شریف کامل الزیارات
از نمونه اکرام پیغمبر و امیرالمؤمنین مورد دیگری هست که امام صادق سلام الله علیه میفرمان وقتی زائر وارد بر کربلا میشه، اولین کسی که با زائر صحبت میکند وجود مقدس خاتم الانبیاست. پیغمبر اکرم زائر رو مورد خطاب قرار میدن که ای زائر امام حسین، یا وفد الله ابشروا بمرافقتی فی الجنه، ای کسی که به خدا وارد شدی. زائر امام حسین وقتی وارد کربلا میشد میزبانش حضرت حقه، او مهمان خداست، بر خدا وارد شده و خدای متعال اکرام میکند زائر رو. بعد حضرت فرمود ابشروا بمرافقتی فی الجنه، بشارت میدم توی زائر رو به همنشینی با خودم در بهشت. ثم ناداهم امیر المؤمنین، بعد از آنی که پیغمبر با زائر صحبت کردند، امیر المؤمنین زائر رو مورد خطاب قرار میدن و میفرماین انا ضامن لقضاء حوائجکم و دفع البلاء عنکم فی الدنیا والآخره، من امیر المؤمنین ضمانت میکنم خدا حوائج شما رو برآورده کند در دنیا و آخرت. نه فقط امیر المؤمنین ضامنن برای برآورده شدن حوائج، بلکه میفرماین و دفع البلاء عنکم، من امیر المؤمنین ضمانت میکنم خدا بلا را از شما زائرین سید الشهدا برطرف فرماید. خدایا به برکت آقا رسول اکرم و به برکت امیر المؤمنین توفیق زیارت قبر مطهر امام حسین مخصوصا در ایام اربعین به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. خب پیرامون هدیه صحبت کردیم، شب جمعه گفتیم امواتی که به ما لطف داشتن در طول حیاتشون و الان دستشون به تعبیری کوتاه و قرار ما از این دنیا برای اونها هدایایی رو بفرستیم تحت عنوان خیرات. پنج هدیه‌ای که به درد اموات میخوره رو میخوام براتون بگم و لذت ببرید. این که بعد از دف میت نیاز به یک چیزهایی داره اینه: بعد از دفن میت تلقین بعد از دفن را بخوانید و مدتی سر قبر بنشینید. البته تلقین قبل از دفن هم داریم که اون رو میخوانن، ولی به تجربه ثابت شده، خود شخص حقیر هم این رو تجربه کردن، برای نزدیکترین کسم یعنی مادرم، که بعد از اینی که خاک رو ریختید روی خاک مجدداً تلقین را بخوانید، برای او بسیار مفید است و هدیه زیباست که به کارشون هم خواهد آمد. و خیلی هم زود ترک نکنید، هرچند در دفن کردن میت میفرمایند تأخیر نیندازید، ولی بعد از اون خیلی زود رو ترک نکنید، چون به هر حال هنوز جسم او و روح او یک سری وابستگی هایی به این دنیا و به افراد این دنیا داره، او رو خیلی سریع تنها نگذارید. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که گاه گداری برای او خیرات بکنیم. این بخشش مهمه، بدهی های میت رو بپردازید، چه بدهی های مالی چه بدهی های معنوی و غیر مالی، مثلا حج، مثل خدمت شما عرضم نماز و روزه، خمسی اگر خدای نکرده به گردنش مانده، اینها رو خیلی سریع بدید که به درد او خواهد خورد و بهترین هدیه ای که شما میتونید براش بپردازید. بابا ورثه محترم، درست شما چشم و دندون تیز کردید برای مال بنده خدای میت، ولی اول اونو نجات بدید، مال خودش بوده بابا بهش بدید. متاسفانه ما پیش پیش هدیه نمیفرستیم برای اون دنیا. چیزی که توصیه میکنن و میخوام از قلم نیفته، نه من توصیه میکنم، ائمه اطهار، هادیان طریق و کسانی که به ما لطف دارن، میگن اینه که قرار بعدن برات بفرستن که معلوم هم نیست برات بفرستن، خودت پیش پیش هدیه بفرست. یه خیشی داشتیم اهل ادب و احترام بود، در ماه مبارک رمضان یه چیز حدود 14 جز در روز میخوان، 14 بار یک جز رو به تعبیری میخوان، که پایان ماه مبارک رمضان 14 بار قرآن رو ختم کرده بود.
بعد خیلی جالبه برای من تعریف میکردن که یکی از اون خواندن‌ها، یکی از ختم‌های قرآنش رو هدیه به قبرش میکرد. بعد یکی از نزدیکان که لحظه ممات ایشون و فوت ایشون بود و لحظه قبرش بود، میگفت که من که چشمم کار نمیکنه توی این دنیا، وقتی خونه قبر این میت رو دیدم که اهل ختم قرآن بود و هدیه پیش پیش برای قبرش میفرستاد، دیدم اون قبر نیم متر عرض یا کمتر، که واقعا هم کمتر نیم متره که میت رو اینجوری روی پهلو میگذارن، اون به چشم منی که چشمم کار نمیکنه به اندازه یک خونه 3 در 4، یه اتاق 3 در 4 اومد. نشون میده این هدایای تأثیر میگذاره. قرآن بخونید، هدیه بدید برای جناب عزرائیل که با ما ملاطفت و نرمی داشته باشه در جان گرفتن. خیلی درگوشی بگم، دم عزرائیل رو ببینیم هوای کار ما رو داشته باشه، جانمون رو راحت بگیره، چون جان رو میگیره اون مأمور است و معذور، فرشته الهی است، کار خودش رو خواهد کرد، ولی ما میتونیم یه کاری بکنیم هوای ما رو داشته باشه. سومین هدیه‌ای که میتونیم به اموات بدیم مستحبات، کارهای استحبابی است. مثلا یک دور تسبیح صلوات بفرستیم، صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ارزانی کنیم به اون میت، روزه مستحبی بگیریم، زیارت بگیریم برای او بفرستیم. چهارمین هدیه الهی اینه که انسان طوری رفتار کنه برای پدر و مادرش که مردم براش خدا بیامرزی بخوان، بگن خدا رحمت کنه پدر مادرش، عجب مرد شریفی است. اینم بهترین هدیه است. مبادا گناهان کبیره ای انجام بدیم که مایه نفرین پدر و مادر ما باشه. پنجمین هدیه هم که توصیه کردن و خوب هست، به قبر اونها مراجعت داشته باشیم، سر بزنیم به سر قبرشون، حاضر بشیم و فاتحه ای رو قرائت بکنیم. البته خیلی هدایا زیاده، من یه چند موردش رو امشب تیمونن خدمت شما تقدیم کردم. خیلی فاصلم کم شد و فرصتم، بریم برگردیم، میخواییم برای امام زمان دعا بکنیم و داره برنامه رو به اللهم علیک یا ابا صالح المهدی، ادرکنی ولا تهلکنی، من گم شدم پیدا ترین پیدا کجایی، من گم شدم پیدا ترین پیدا کجایی، ای معنا ترین معنا کجایی، ای آفتاب روشن شبهای سردم، محبوب من آقا ترین آقا کجایی، دعا برای فرج شما مهدی جان ابتکاریست از عشق برای زمانی که احساس در کلام نمی گنجد، از دوری این فاصله ها مایوسم، از تمام زمانهایی که می توانستم به شما نزدیک باشم اما با غفلت و گناهم از شما دورتر شدم، از شما که هدیه الهی هستید برای اهل زمین دور شدم، ای وای بر من، بی تو دنیا رنگی ندارد، چه بسا نگاه ها در جهان سرگردان تو اند و سودی ندارد، چه بسیار فریادهایی که بر سنگ سرد بوسه می زند و سودی و بهره ای ندارد، مهرت هدیه است بر قلب من، بیا و نجات من بده هدیه الهی مهدی جان، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف
خب بینندگان عزیز و دوست داشتنی من، برنامه رو به پایان و دقیقه آخر بهترین هدیه هایی که ما میتونیم بفرستیم که دو سر سود باشه هم به مقابل ما سود خواهد رساند و بهره‌ای خواهد داشت و هم برای ما هدیه است که به نیابت از حضرات معصومین میتونیم بفرستیم. این نکته رو فراموش نکنید. قرآن میخونید: به نیابت امام رضا هدیه به پدر مادرم، هم تو بهره بردی، قرآن رو با نام امام رضا خواندی، هم آن پدرت یا مادرت یا کسی که براش داری خیرات میکنی. زیارت میکنم امام حسین علیه السلام رو از راه دور به نیابت از آقا علی ابن موسی رضا. دو سر سوده. امام رضا برات مینویسه، امام حسین رو هم مینویسه. سعی کنید زرنگ باشید و از این هدایا برای زندگی خودتون و نفر دیگر بهره بجویید. در پناه حضرت حق، هدیه ما به شما برنامه امشب اینجا کربلا بود. موفق یا علی. عجب کربلایی، چه شور و نوایی، نسیم خدایی رسد بر مشامم. عجب کربلایی، چه شور و نوایی، نسیم خدایی رسد بر مشامم. دلم میزند پر به دیدار دلبر، گدایم بر این در رسانید پیامم. هر که عاشق کربلاست، جنس دلش جنس تلاست، نوکر فاطمه شدن فقط کار اهل ولاست. ممنونم از غمت میخونم، کرده ای مهمونم، من به تو مدیونم. سار الله، سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله، سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله سیدی، سار الله.